أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد جمله آخری که جلسه پیش خوندیم که حضرت فرمود که در عرض کنم که حساسیت زیاد نداشته باش و تغایر بی جا نداشته باش که آثار سوی خواهد داشت، به لحاظ تربیتی جمله مهمی است، چون حساسیت بی جا و سختگیری بی جا از چند نظر باعث بی تربیتی مخاطب میشه. حالا میخواد مرد نسبت به زن باشه، میخواد زن نسبت به مرد باشه، میخواد پدر و مادر نسبت به فرزند باشن، فرقی نمیکنه. یک جهتش اینه که حریم ها شکسته میشه، به هر حال بین افراد یک حریم ها و حرمت های وجود داره. این سختگیری ها، مثلا فرض کن بدگمانی ها، اینکه چرا با فلانی تلفنی صحبت کردی، این اون حریم و حرمتی که بین دو نفر، بین مربی و متربی هست، اینو برمی‌داره و این خیلی خطرناکه. در فضای تربیتی باید همیشه بین مربی و متربی یک حریم ثابت و حریم مقدسی وجود داشته باشه. این یه اشکال، که این اشکال اشکال بزرگی است. اشکال دوم این که این گونه بدگمانی ها و این گونه حساسیت ها بدآموزی داره، یعنی طرف بیاد میگیری که عجب، پس میشه با نامحرم تلفنی هم صحبت کرد، تا حالا اصلا اهل این حرفا نبود ها. وقتی که مثلا شوهرش با تو پتاشر میگه چرا با فلان نامحرم اینجوری رفتار کردی، میگه عجب، پس میشه با نامحرم ها هم، یعنی خود به خود اون عرض کنم که بدآموزی به وجود میاد که میشه پس با نامحرم هم صحبت کرد، میشه مثلا بدحجاب هم بود، میشه سیگار هم کشید. خود این بدآموزی رو داره. و بعد هم حالا یه نکته قرآنی خدمتون عرض بکنم، برادر اومدن که برادرشون یوسف رو ببرن همراه خودشون مثلا بازی کنه، حالا قصدشون چی بود کار نداریم، حضرت یعقوب میگه که من میترسم شما ازش غفلت کنید، گرگ بیاد بخوردش. خب معلوم بود که وقتی که مثلا اطراف شهر دارن بازی میکنن، چطور این همه خطراتی که وجود داره همه کنار گذاشته شد، فقط انگشت گذاشته شد روی گرگ. شما ببینید فرداش برادرها میان این همون جمله که بابا گفت و تحویلش میدن، ما رفتیم مشغول مسابقه شدیم، از برادرمون غفلت کردیم، گرگ اومد خوردش. یعنی یاد گرفتن که عجب، میشه گفت که برادر رو گرگ خورد. این از خود پدرشون یاد گرفتن. این حساسیت هایی که گاهی ما در فضای تعلیم و تربیت به کار میگیریم، مخصوصا نسبت به بچه ها که حساس تر هستن. حالا اینجا حضرت چون مخاطب خانم ها بودن، نسبت به خانم ها مطلب رو بیان فرمود، اما اختصاص به خانم ها نداره. خانم ها نسبت به آقایون هم همینجور هست. اگر خانم یا آقایی که رو به راه هست، سر به راه هست و مشکلی نداره، حساسیت به خرج داد، چرا مثلا تو موبایلت فلان پیامک، این پیامک از کیه، نکنه با نامحرم ارتباط داری، یاد میگیره عجب، پس مثل میشه با نامحرم ارتباط داشت. این هم اشکال دوم این قضیه. و اشکال سوم این که اصولا همه جا افراط و تفریط خطرناکه. خود مولا میفرماید که لا تر الجاهل قریب این مضمون الا مفرطن او مفرطا، یا منافق رو حضرت داره در یه جای دیگه، انسان جاهل رو نمیبینی مگر در حال افراط یا تفریط. جاهل یا مشغول افراط میشه یا مشغول تفریط میشه. این گونه افراط ها هم خیلی خطرناکه در فضای تربیتی. این دو سه نکته مال همون بحث دیروز بود که فرمود که ایاکه و تغیر فی غیر موضعه. اون بس تموم شد. چند نکته دیگه رو در این پایان نامه حضرت اشاره فرمودن که باز به لحاظ تربیتی قابل اهمیت، قابل توجه هستن. نکته بعدی این که فرمود که وجعل لکل انسان من خدمه که عملا تأخذه به فانه احرا
الله یتواکلوا فی خدمتک. برای هر کس از خدمتگزارانت و کسانی که تحت فرمان و امر تو هستن، تحت اداره تو هستن، یک کار خاصی رو در نظر بگیر. این مناسبتر و سزاوارتر است که اینها کار رو به هم واگذار نکنن و در واقع اون مسئولیت ها لوس نشه. اینجا دو تا نکته من فکر نمی‌کنم لغت قابل توجهی باشه که بخوام توضیح بدم، چون تواکل یعنی به هم واگذار کردن، الله یتواکلوا یعنی به هم واگذار نکنن، احرا یعنی سزاوار، ظاهرا لغت دیگه هم نداره. اینجا دو نکته مهم وجود داره به لحاظ تربیتی فقط عرض میکنم، والا مباحثش خب فراوان هست. نکته اول این که یکی از بهترین عوامل برای تربیت، عوامل مؤثر در تربیت که ما تا حالا بهش نپرداختیم و از عوامل بسیار مؤثر در تربیت هست، بحث کار هست. بیکاری که از آفات تربیته، بیکاری باعث بیتربیتی میشه. در فضای خانواده، در فضای جامعه اگر افراد بیکار شدند، این زمینه برای انواع مفاسد و خلاف اخلاق به وجود میاد، ولذا باید حتما افراد مشغول کار باشند. و اینکه در نظام دینی شما میبینید که برنامه ریزی از عرض کنم که گامهای کمال ذکر شده. الکمال، امام باقر علیه السلام فرمودند الکمال کل الکمال، کمال و همه کمال. التفقه فی الدین، این که انسان راه رو فرا بگیره، مقصد رو یاد بگیره، مبدأ رو یاد بگیره، خودش رو بشناسه، ویژگی های راه رو بشناسه، چطور باید حرکت کرد، با چه سرعتی باید رفت. این دین شناسی گام اول در مسیر کماله، چون تا انسان نفهمه راه کجاست، راه رو کیه، مقصد کجاست، مبدأ کجاست، نمیتونه مقصد برسه. و دو، و صبر علی النائبه، انسان مقاوم باشه، بردبار باشه. و سه، و تقدیر المعیشه، این تقدیر المعیشه یعنی همون برنامه ریزی داشتن، یعنی تو زندگیش انسان حساب و کتاب داشته باشه. گاهی بنده تعجب میکنم، مثلا ما تو جامعه خودمون میگیم داریم برنامه ریزی میکنیم برای اوقات فراغت. مگه مسلمان میتونه وقت فراغت داشته باشه؟ وقت فراغت یعنی چه؟ مثلا وقتی بیکار شد خب قرآن بخونه، دعا بخونه، نماز بخونه، بیکار شد ورزش کنه. مگه میشه که انسان بیکار باشه؟ اوقات فراغت یعنی چه؟ ما در نظام تربیت اسلام وقت فراغت نداریم. فاذا فرغت فانصب، وقتی این کار تموم شد خودتو به رنج بنداز برای کار دیگه، دیگه فاصله ای نداره. فاذا فرغت فانصب، تا این کار تموم شد فوراً کار دیگر، رنج دیگر، زحمت دیگر. معنا نداره که یه مسلمان بگه من دارم وقت گذرانی میکنم، اوقات فراغتم را چگونه بگذرانم. خود تفریح هم کاره، بله، یک بخش از برنامه روزانه انسان باید صرف استراحت و تفریح و نمیدونم اونم کاره. اون استراحتی که دنبالش نماز، خوابی که دنبالش نماز شبه، اون بهترین عبادت خودش. سر شب میخوابش، میگن چرا خوابیدی؟ میگیم برای اینکه بتونم سحر بلند شم. خود این خواب بهترین عبادته. خود ورزش کردنی که باعث سلامت میشه و باعث میشه که انسان به سمت خدا حرکت کنیم، بهترین عبادت. قو علا خدمتک جوارحی، امیرالمومنین عرض میکنه خدایا جوارح منو قوی قرار بده، من ورزیده باشم، بدنم سالم باشه. برای چی؟ برای اینکه به تو خدمت کنم. ورزشی که مقدمه خدمت به دین باشه، خدمت به خدا باشه، این بهترین عبادته. بس اینها بیکاری نیست. ورزش، تفریح، استراحت، خوردن، خوابیدن، اینا هیچ کدوم بیکاری نیست. ما بیکاری نداریم در نظام تربیت اسلامی، بیکاری معنا نداره. فارغ التحصیلی و نمیدونم فارغ البالی، این معنا نداره. کی انسان فارغ التحصیل میشه؟
وقتی دفنش کردند و برگشتن، چون بعد از مرگش هم هنوز فارغ التحصیل نشده، بعد از مرگش هم بازی مدت ما تعلیمش میدیم ها، واقعا یادش میدیم، بازوشو میگیریم به شدت تکونش میدیم، میگیم اسمع افهم، گوش کن بفهم، یاد بگیر. یادت میاد موقع پیش ما بودی چی میگفتی؟ اونا رو یادت هست، همونا رو دوباره تکرار کن. این حتی بعد از مرگ هم ما ولش نمی کنیم. اینکه پیغمبر فرمود اطلب العلم من المهد الی اللحد، نفرمود الی الموت. خب میتونست بفرمود اطلب العلم من المهد الی الموت دیگه، چرا فرمود من المهد الی اللحد؟ لحد یعنی وقتی دفنش کردند و اون آخرین تلقین رو خوندن برگشتن، دیگه تعلیمش تموم میشه. البته بعضیا تعلیم بعدش هم دارن، منتها جنس اون تعلیم دیگه فرق میکنه. در عالم برزخ تعلیم هم هست، تربیت خب خیلی، یکی از مهمترین فلسفه های عالم برزخ خود تربیته. اما حتی تعلیم هم ما در عالم برزخ داریم، منتها اون تعلیم تعلیم ویژه است، غیر از این تعلیم هایی که ما الان داریمه. جنس اون تعلیم با جنس این تعلیم فرق میکنه، ولی به هر حال تعلیم وجود داره. اما تا موقع مرگ، تا بعد از مرگ، تا موقع دفنش کنیم و بالاشو بپوشیم و برگردیم، تعلیم ادامه داره. تربیت؟ چرا دیگه، اصلا اون جهنم برای مؤمن، تو برزخ برای تربیتشه. که مؤمن تو برزخ ممکنه تو جهنم باشه، برای چیه؟ برای تربیت شدنش، برای پاک شدنش. میسوزد تا پاک بشه و بیاد تو بهشت. خیلی خوب، عرض کنم که پس ما فارغ التحصیلی، فارغ البالی، بازنشستگی، این حرفا رو تو نظام اسلامی نداریم، تو نظام تربیت اسلامی نداریم. نه انسان بازنشسته میشه، نه انسان فارغ التحصیل میشه، نه اوقات فراغت داره. اینها از غرب اومده. کی انسان فارغ میشه؟ زمانی که از این دنیا بره. تازه از این دنیا فارغ میشه، تو اون دنیا هنوز کار داره، تو اون عالم هنوز کار داره. تعلیم و تربیت انسان کی تموم میشه؟ تا انقدری که زنده هست باید دنبال تعلیم باشه، دنبال تربیت باشه. دست پرورده اسلام ابو ریحان بیرونی است که در حالت احتضار مسئله فقهی سوال میکنه. فقیهی داشت، همسایه فقیهی داشت، اومد بود دیدنش، آخرین نفساشو داشت میکشید، بهش گفت فلان مسئله فقهی که یه موقع بحث میکردیم نتیجه چی شد؟ این فقیه تعجب کرد، این داره میمیره از مسئله فقهی سوال میکنه. گفت حالا چه وقت این حرف هاست؟ ابو ریحان گفت من این مسئله رو یاد بگیرم بمیرم بهتره یا یاد نگیرم؟ میدونم که در حال مردنم، اما یاد بگیرم بمیرم بهتره یا یاد نگرفته بمیرم؟ فقیه میگه مسئله رو براش توضیح دادم، برای اینکه دلش نشکنه، بیمار بود، بلند شدم از خونه، اومدم بیرون، هنوز چند قدم از خونه فاصله نگرفتم، فریاد شیون از خونه ابو ریحان بلند شد، برگشتم دیدم از دنیا رفته. این دست پرورده اسلامه که آخرین لحظات عمرش هم دنبال یاد گرفتنه. تنبیه هم یعنی تربیت دیگه، تنبیه هم یعنی بیدار کردن، یعنی تربیت کردن. بله، تنبیه هم تربیت. خب پس نکته اول این شد که کار از عوامل تربیت، بیکاری از آفات تربیت. اگر جوانی بیکار شد خیلی خطرناک، به هر شکلی شده، ولو کار مجانی، ولو اینکه بناست یه کاری براش دست پا بشه که فقط ایشون کار کنه، حالا درآمدش هرچه هست باشه، باشه نباشه، این خیلی مهمه. ولی حضرت به این نکته اشاره کرده که به همه کار واگذار بکن، کسانی که تحت امر تو هستن هیچ کدامشون بیکار نباشه. دومین، چرا اون دومیه، دومین مطلبی که از همین فرمایش حضرت به دست میاد اینه که در محیط مدیریت باید تقسیم کار باشه. اگه تقسیم کار نباشه مسئولیت ها لوس میشه، همین نظام بگردن هم. چرا این کارو نکردی؟ بر حسب فلان بخشنامه وظیفه من چنین بوده است، این وظیفه من نبوده. خب پس وظیفه کیه؟ مشخص نیست. باید تقسیم کار دقیق باشه. اون وقت اگه تقسیم کار شده بود میشه مؤاخذه کرد. وظیفه تو این بوده، وظیفه انجام ندادی، اینم تنبیهته. اینم مجازات، اینم کیفرته. خداوند خیلی قشنگ کارا رو
تکالیف ما رو مشخص کرده، حجت رو تموم کرده. حضرت می‌فرماید کسانی که تحت امر تو هستن، حالا خدمتگزار یا مدیریت یا هر جای دیگه، یا تو خانواده، تو خانواده به هر حال یه مدیر وجود داره، حالا چه آقا مدیر باشه که بر حسب نظر قرآن اینجوری است، چه خانم مدیر باشه که خب گاهی هم معلوم برعکس شده اینجوری شده، به هر حال باید تقسیم کار باشه تو محیط تا هر کس مسئولیت خودش رو بدونه. یک فایده دیگه هم این تقسیم کار داره، علاوه بر این که مسئولیت ها لوس نمیشه، یه فایده دیگه هم داره و اون هم به لحاظ تربیتی شخصیت دادن به افراده. بچه وقتی که بهش یک مسئولیت واگذار میشه احساس شخصیت میکنه، احساس مؤثر بودن میکنه، میگه منم تو این محیط هستم، منم برای خودم کسی هستم. مثلا نان آوردن سر سفره به عهده منه، پیش دستی ها را تقسیم کردن به عهده منه، پس من هم نقشی دارم. این نقشی که برای بچه ها در ذهنشون به وجود میاد به اونها شخصیت میده و اونها رو، چون خود این که انسان احساس از کنم بیهودگی، احساس بیفایدگی بکنه خیلی خطرناک. اینا یه بحثای روانشناسی که حالا دیگه الان جای بحثش نیست، که ما اون احساس شخصیت، احساس عرض کنم که مؤثر بودن، یه بحث روانشناسی است. توی بحث روانشناسی بحث مفصل مطرح کردن که اونجا ما تو نظام تربیتی تحت عنوان کرامت نفس ازش یاد کردیم. در بحث روانشناسی اصطلاح دیگه دارن که به ذهن من الان نیومد اصطلاحشون، ولی به هر حال یک جایگاه ویژه‌ای داره، این که شخص احساس بکنه که مؤثره، بود و نبودش فرق میکنه. این کار دومی است که، یعنی فایده دومی است که در تقسیم کار وجود داره. هر کس در هر حدی که هست یه کاری داشته باشه که احساس بکنه که من جایگاهی دارم در این خانواده، در این اداره، در این محیطی که زندگی میکنم. بعد حضرت فرمود اگر چنین کردی اون وقت میتونی اونها رو مؤاخذه بکنی. تأخذ و بهی یعنی مؤاخذشون بکنی، ازشون مسئولیت بخوای. اگر کار رو تقسیم کرده باشی، هر کسی خدمتی بهش محول شده باشه، میتونی او رو مؤاخذه کنی چرا خدمت رو انجام ندادی. اون وقت دیگه نمیتونن به هم واگذار بکنن، دیگه نمیتونن بگن که کار من نبود، کار فلانی بود، به من ربطی نداشت، او باید انجام میداد. این رو جلوشو میگیری. بله، احراس زوار و اکرم عشیرتک فانهم جناحو کلذی بهی تطیر و اصل کلذی الیه تسیر و ید و کلتی بها تسول. جملات خیلی زیباست به لحاظ فصاحت، انصافا انسان لذت میبره این جملات رو میشنوه و میخونه. عشیره همه قوم و قبیله هست، جناح به معنی بال، بازو و بال، تسیر سیر یعنی شدن، با صاد به معنی شدن و رسیدن، تسول سول به معنای حمله هست، سوله در فارسی هم گاهی داریم، سولت یعنی حمله، ابهت. می فرماید که قوم خویشت رو تکریم کن، عزت کن به قوم خویشت، چون اونها بال و پرت هستن که به وسیله اونها پرواز میکنی، اصل و ریشه تو هستن که بازگشت تو به اونهاست، دست توانای تو هستن که به وسیله اون قدرت حمله میکنی در میدانهای نبرد با دشمن. خب چند تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که ظاهر فرمایش حضرت اینه که مراد از عشیره همون عشیره عرض کنم که نسبی و سببی باشه، اما قوم خویشایی به اصطلاح خونی. آیا نمیشه که ما قوم و خویش رو و عشیره رو توسعه بدیم، بگیم عشیره دینی که به نوعی بشه همون حب الوطن من الایمان؟ ظاهرا اشکالی نداشته باشه که ما قوم و قبیله رو توسعه بدیم، مخصوصا که
این عشیره به این شکلش در آخرت جایگاهی نداره. فیوم ازن لا انصاب بینهم ولا یتساءلون، اونجا نسب ها همه فرو میریزه، اونجا رابطه ابوت و بنوت و اخوت و اینا همه از بین میره، رابطه رابطه ایمانی است و لاغیر. در دنیا هر دو هست، در دنیا هم رابطه اخوت نسبی هست هم رابطه اخوت دینی. آیا میشه توسعه داشت داد و قوم و قبیله و عشیره ایمانی رو هم شامل کرد ظاهرن بشه؟ هوای برادران دینی تو داشته باش، اکرام کن، عزتشون کن، عزیز بدار، چون قدرت تو، سهولت تو، اصل تو همین ها هستن. این یه نکته که عرض کردم، اصل ظاهر فرمایش حضرت همون قوم و خویش سببی هست، همون قوم و خویش هایی که میگیم مثلا پدرم، برادرم، مادرم، نمیدونم قوم و خویش، اما ظاهرم بشه توسعه داد، مخصوصا که فرمایشات فراوانی از خود امیر و پیامبر و سایر معصومین سلام الله علیهم اجمعین داریم که مثلا انا و علیون، پیامبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم، از این قبیل داریم موارد این گونه. نکته دوم این که سه نکته رو حضرت راجع به علت اکرام قوم و خویش ذکر کرده. یکی این که انسان اگر تواناست در جامعه، اگر میتونه مانوری داشته باشه، حرکتی داشته باشه، بال و پرش قوم و خویشاشن. قوم و خویش به هر حال باعث میشن که انسان قدرتی در جامعه، قدرت حرکتی در جامعه داشته باشه، چون انسان با بال و پرش پرواز میکنه. و دوم این که اصل و ریشه انسان به هر حال اونا هستن دیگه، به لحاظ ژنتیک و به لحاظ وراثت انسان برمیگرده به همونا، اصلشون یک رحم میشه دیگه، این که میگن رحم، سله رحم، به همین دلیلی که سرانجام اینها به یک رحم برمیگردن، یعنی ریشه شون اصلشون یک رحم هست، هم یک رحم هم یک صلب. پس به هر حال اینها به هم برمیگردن، خوبیشون مشترکه، بدیشون هم مشترک خواهد شد. و نکته سوم که اگه مورد تهاجمی واقع بشه انسان، اگر خطری انسان رو تهدید بکنه، اگر بخواد به دشمنی حمله بکنه، نیاز به قدرت داره، نیاز به یک دست توانا داره. یکی از مهمترین قدرت‌های انسان همین قوم و خویشاشن و از اونها کمک بگیره برای دفاع در مقابل دشمن. عرض کردم میشه توسعه داد این قوم و خویشی رو، از قوم و خویشی خونی بیشتر توسعش داد. این سه نکته رو حضرت علت اکرام قوم و خویش ذکر کرده. اینجا دیگه حضرت به اون اصل بسیار مهم صله رحم اشاره نفرمودن، شاید مفروغون ان گرفتن در مقابل امام مجتبی علیه السلام، که در واقع یکی دیگه از آثار این اکرام میشه صله رحم، چون سلو ارحامکم ولو به سلام، صله رحم کنید ولو با یک سلام گرم و یک سلام ویژه کردن، سلو ارحامکم ولو به شربت من الماء، صله رحم کنید ولو با یک لیوان آب که به قوم خویشتون میدید. اینو دیگه حضرت بهش نپرداخته، شاید مفروغون ان گرفته. جهتش هم اینه که اگر انسان قوم خویشش رو اکرام کرد، خود به خود صله کرده دیگه، صله بهتر از این نمیشه که انسان بخواد اکرام بکنه، چون پیوند زدن بهترین مصداقش همین احترامه. اگه قوم خویش وارد مجلس میشه، انسان براش بلند میشه، این احترامه. همه میفهمن که چون برادرش بود بلند شد، چون پدرش اومد بلند شد، چون دایش اومد بلند شد، احترام کرد، این میشه صله رحم. پس اکرام خودش به خودی خود میشه که از بهترین مصادیق صله رحم. البته حالا عرض کردم بحث صله رحم رو از اینجا اشاره نفرمودن، که اگه اشاره میکردن ما باید حتما یک جلسه رو اختصاص میدادیم به صله رحم، آثار و برکات و ثمراتش و اون آفات قطع رحم. اما فرمایش حضرت این مطلب رو میرسونه خود به خود. صله رحم باعث طولانی شدن عمر میشه،
باعث آبادانی شهرها و آبادیها میشه، باعث وسعت روزی میشه، باعث آمرزش گناهان میشه و ده ها اثر دیگری که بر صله رحم مترتب هست. و صله رحم عرض کنم که عاقبت انسان رو به خیر میکنه. باز در همون روایات صله رحم داره که یکی از بهترین مصادیق صله رحم همین احترام و تکریم و عزت داشتنه که اشاره کردم من این مطلب رو. خب پس نکته بعدی این شد که با این احترام انسان صله رحم میکنه، هرچند تو فرمایش حضرت بهش اشاره نشده ولی به طور طبیعی این مطلب به وجود میاد. وقتی که صله رحم کرد، اون آثار و برکات صله رحم در جامعه پیدا میشه که حالا شاید انشالله یه موقع ما راجع به خود صله رحم بحث بیشتری داشتیم. این هم یک فراز دیگری از فرمایشات حضرت. از این به بعد دیگه بحث پایانی نامه هست که داره خداحافظی میکنه. میفرماید استودع الله دینک و دنیاک. این استودع یعنی به ودیعت گذاشتن، یعنی به امانت گذاشتن. من دین و دنیای تو رو پیش خدا امانت میذارم و چیزی که پیش خدا امانت گذاشته بشه از بین نمیره. ما هم در روایت هم داریم که ایمانتون رو به خدا امانت بدید که هنگام احتضار به شما برگردونه. میفرماید من دین و دنیای تو رو به خدا امانت دادم که برات حفظش کنه. عرض کنم که ما دو نوع دین و ایمان داریم. حضرت دنیا رو نفرموده چون دنیا چیزی نیست که انسان بخواد پیش خدا به امانت بذاره. دین رو فرموده که همون ایمان باشه و آخرت رو فرموده که یا دنیا رو فرموده. بله دنیا رو فرموده. خب این دین رو حضرت آخرت هم گرفته. دنیا تو پیش خدا به خدا ولی به ودیعت گذاشتن معناش این میشه که من از خدا میخوام که دنیای تو عاقبت به خیر بشه، چون اگه خدا بخواد متولی کاری بشه عاقبتش خیره. اما دین اینجا باید اهم از آخرت باشه، چون اگه کسی دین داشته باشه آخرت داره. اگر کسی دین داشته باشه خود به خود آخرت هم تأمین شده. نکته دوم این که ایمان دو نوع هست چنانکه در روایات داریم، ایمان مستوده و ایمان مستقر. ایمان مستوده یا آریتی زوال پذیره. شیطان میتونه هنگام احتضار که انسان به شدت گرفتاره این ایمان آریتی رو از انسان بگیره، اما ایمان مستقر خیر. یکی از مهمترین مباحث تربیتی اینه که ما چه کار کنیم که ایمانمون ریشه دار بشه، استوار بشه، مستقر بشه. سه چهار کار باید انجام بشه که حالا من فعلا تیترش عرض میکنم، بعد انشالله موقع سر فرصت شاید بهش پرداختیم. یکی باید ایمان انسان برهانی بشه، از اون حالت عرض کنم که موروثی و از اون حالت شنیدنی بیرون بیاد، استدلالی بشه. دوم عمل ایمان رو ریشه دار میکنه، نماز و روزه و اعمال صالح ایمان رو ریشه دار میکنه. و سوم یه سری اذکار و دعاها و وردها و شعارها هست که ایمان رو مستقر میکنه، مثل همین رضیتو بالله رب. از امام صادق راوی پرسید که گفته میشه ایمان دو نوع هست، مستوده و مستقر. امام فرمود بله. گفت که گفته میشه ایمان مستوده رو شیطان هنگام احتضار از انسان به سرقت میبره. امام فرمود بله. گفت چه کار کنم که ایمانم مستقر بشه و شیطان نتونه بدزده؟ فرمود که این دعا رو همیشه بعد از نمازهای واجبت بخون، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا الی آخرش. یکی دیگه از اون دعاهایی که باعث استقرار ایمان میشه، باعث میشه که ایمان انسان پیش خدا به ودیعت گذاشته بشه، همین هست که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یکی دیگه از دعاهایی که گفتن در آخر الزمان که نگه داشتن ایمان و دین خیلی سخته، در واقع داریم در آخر الزمان نگه داشتن دین سخت‌تر است از نگه داشتن آتش کف دست. انسان آتش کف دست نمیتونه نگه داره، دستش میسوزه میندازه.
داریم که نگه داشتن دین سخت‌تر است از نگه داشتن آتش کف دست. بعد فرمودن که در آخر الزمان این دعا رو بعد از نمازهاتون زیاد بخونید، اللهم عرفنی نفسک، که برمیگرده به همون نکته اولی که من عرض کردم، اون ایمانی که عرض کردم اینجا با این استدلالی میشه، اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. از این ادعیه بازم هست که من دو سه موردش رو خدمتتون عرض کردم. به این وسیله انسان میتونه ایمانش رو به خدا به ودیعت بده تا شیطان نتونه ازش به سرقت ببره. صدقه؟ بله بله بله. بعد آخرین جمله که حضرت میفرماید اینه که و اسأله خیر القضاء لک فی العاجله والعاجله و دنیا والآخره. عاجله به دنیا معمولا گفته میشه، عاجله با همزه به آخرت گفته میشه. عاجل یعنی شتابان که دنیا باشه، عاجل با الف یعنی آینده، معجل مدت دار که آخرت باشه. پس عاجل و عاجل یعنی دنیا و آخرت. درباره قضا معانی زیادی گفته شده. یک قضا معنی داوری که دیدم بعضیا هم اینجا هم به همین معنا، مثلا مرحوم دکتر شهیدی رحمت الله علیه که ترجمه دکتر شهیدی به لحاظ ادبی ترجمه خوبی است، هرچند گاهی ایشون عرض کنم زیبایی لفظ رو اصل قرار داده و معنا رو فدا کرده، اما به هر حال ترجمه قابل توجه است مال آقای دکتر شهیدی. ایشون دیدم این قضا رو اینجا داوری معنا کرده، البته به نظر من درست نیست. یکی از معانی قضا داوری هست، اما اینجا من از تو بهترین داوری رو میخوام در دنیا و آخرت، این نه. معلومه که خدا بهترین داور، او خیر الحاکمینه، او احکم الحاکمینه، تو داوری خوب کن. نه، اینجا قضا معنی داوری نیست. یک معنای قضا به معنای مرگ، قضی علیه یعنی مرد. یک قضا به معنی ایجاده، فقضاهن سبع سماوات، آسمان و زمین رو، آسمان های هفتگانه خداوند ایجاد کرد، خلق کرد، که از معانی قضا و معنی ایجاد و خلق. یکی از معانی قضا به معنای تحقق بخشیدن و یکسره کردن به اصطلاح، که شاید بقیه معنا برگرده و همین وقتی میگیم قاضی حکم کرد، قضاوت کرد، یعنی کار پرونده رو یکسره کرد. وقتی میگیم مرد یعنی کارش یکسره شد. وقتی میگیم به وجود اومد یعنی کار یه سره شد. یک قضا همون قضا و قدره که ما در ادبیات دینیمون داریم، که اونم یک معنای دیگه برای قضا هست. حالا در بین این معانی کدام معنا اینجا به نظر نزدیک تر میاد؟ به نظر بنده بهترین معنا برای قضا اینجا همون قضای خداست، با توجه این که ما قائلیم که آنچه که بر ما حاکمه در این نظام هستی، اگر نگیم کلن، غالبا قضا و قدر غیر حتمی است، با دعا جا به جا میشه. دعا قضای بد رو بر میداره، به جاش قضای خوب میذاره. سرنوشت بد رو دعا تغییر میده و خوبش میکنه. اینجا حضرت میفرماید من از خدا میخوام بهترین قضاها رو برای تو مقدر کنه، بهترین سرنوشت ها رو برای تو رقم بزنه. من از خدا بهترین قضاها رو، خیر القضا رو، خیر القضا رو برای تو از خدا میخوام. به نظرم این معنا از همه معانی نزدیکتره، از این که بگیم من بهترین داوری خدا رو برای تو میخوام یا بهترین خلق خدا رو برای تو. به نظرم اونا خیلی نزدیک نمیاد. نزدیکترین معنا به ذهن همینه که بگیم که حضرت در پایان نامه میفرماید به فرزندش که من از خدا بهترین مقدرات رو برای تو میخوام. این مستلزم اینه که ما قضا و قدر غیر حتمی رو قبول داشته باشیم و قبول داشته باشیم که مقدرات میشه جابجا بشه. کسی بنا سرنوشت شومی در انتظارش باشه، میشه این سرنوشت برداشته بشه به جاش سرنوشت خوبی گذاشته بشه. اگر اینو قبول داشته باشیم که ما قبول داریم، بهترین دعا همینه. فرزندم من بهترین مقدرات الهی، بهترین قضاهای الهی رو برای تو
میخوام. این نکته تربیتیش که وجود اینجا وجود داره اینه که پس ما باید در صدد این باشیم که سرنوشتمون رو عوض کنیم. ما باید تلاش بکنیم که بهترین سرنوشت ها رو برای خودمون رقم بزنیم. امکان داره؟ بله. چگونه؟ با عرض کنم که در اختیار گرفتن اون عواملی که قضا و قدر عوض میکنه. این عوامل ممکنه عوامل مادی باشه، ممکنه عوامل معنوی باشه، که همش در اختیار ماست. هم عوامل مادیش در اختیار ماست، مثل کار و تلاش و احتیاط و کمخوری و پرهیز و نمیدونم چیزی از این قبیل، هم عوامل معنویش در اختیار ماست، مثل صدقه و صله رحم و توکل و توسل و احسان و گناه و همین ها در اختیار ماست دیگه. با گناه سرنوشت انسان شوم میشه، مرگش میاد جلو، با احسان مرگش میره عقب، سرنوشت عوض میشه. با صله رحم عمرش طولانی میشه، روزی زیاد میشه، با قطع رحم عمرش کوتاه میشه، سرنوشتش عوض میشه. امام رضا علیه السلام فرمود یک صله رحم عمر 3 ساله رو به 30 سال افزایش میده. پس در اختیار خودشه، با یک صله رحم عمر 3 ساله رو به 30 سال افزایش میده. و یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود یک قطع رحم عمر 63 ساله رو به 33 سال تقلیل میده، یعنی 30 سال عمر انسان رو کم میکنه. با این به این حساب میتونیم ما غذاها رو عوض کنیم و بهترین غذا رو برای خودمون ایجاد بکنیم. پس معنای فرمایش حضرت این شد که من از خداوند برای تو هم در دنیا هم در آخرت بهترین غذاها رو طلب میکنم، هم در عاجله که دنیا باشه، هم در عاجله که آخرت باشه. و اون و دنیا و آخرت بر حسب اون که ما معنا کردیم میشه توضیح عاجله و عاجله، یعنی عاجله و عاجله توضیحش میشه دنیا و آخرت. اینها لف و نشر مرتبند که دنیا به عاجله برمیگرده، آخرت به عاجله برمیگرده. دوستان میدونن که لف و نشر مرتب که به همون خودشون برمیگردن. حالا شعرشو دیگه نمیخونم برات. خیلی خوب عرض کنم که این پایان نامه حضرت و سلام. این و سلام هم حرفای زیادی داره. ما در نماز با تکبیرت الاحرام شروع میکنیم، با سلام تمام میکنیم. وقتی به هم میرسیم، ما اینجوری نیست ولی در عرب اینجوری است که با سلام شروع میکنن، با سلام هم تمام میکنن. وقتی میخوان خداحافظی کنن میگن سلام علیکم، چنانکه وقتی به هم میرسن میگن سلام، وقتی میخوان از هم جدا بشن هم باز با سلام از هم جدا میشن. موقعی میخوان خداحافظی کنن، خداحافظی هم سلام علیکم هست. این و سلام میخواد حضرت بفرماید که اگر ما به جایی برسیم که نتیجه کار ما سلام باشه، نامه‌ای بنویسیم، تربیتی کنیم، درسی بدیم، حرفی بزنیم که نتیجه سلام باشه، ما به نتیجه رسیدیم. و سلام یعنی سلامتی در همه ابعاد برای تو. و سلام یعنی این نامه در پی ایجاد سلامتی برای تو بود. و سلام یعنی این که من برای تو سلامتی رو در ابعاد مختلف خواهانم. بدین ترتیب دوستان این نامه تموم شد. ما از جلسه بعد یا باید یک جنبندی کلی از این نامه داشته باشیم در یک جلسه، اگر اینو من صلاح دیدم این کار انجام میدم، اگر نه از جلسه بعد دومین منبعی که خواهیم خوند، دومین متنی که خواهیم خوند، خطبه 193 حضرت به نام خطبه متقین یا خطبه حمام خواهد بود. اون خطبه هم به لحاظ تربیتی جایگاه ویژه‌ای در نهج البلاغه داره. بنابراین دومین موردی که ما انشاءالله در بحث‌های تربیتیمون خواهیم داشت خطبه حمام خواهد بود. اگه دوستان خواستن مطالعه بکنن و پیش مطالعه داشته باشن، موضوع بحث آینده ما اون خواهد بود. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید.
این بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما بیچرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.